هیچی میدونستید که داشمون لواندوفسکی اولین بازی ملیش توی 20 سالگی به عنوان پست دفاع بود؟ حتی تصورش هم وحشتناکه. هیچی میدونستی که همین آقای جرارد پیکه خیانتکار که نمیدونم حالا چجور دلش اومد از این جدا شد، به هر حال قبلا توی جوانان که بازی میکرده به عنوان مهاجم بوده و بعدا تغییر پست به عنوان مدافع داده؟ شاید اگر توی همون پست میموندن تو مستطیل سبز به اندازه الان موفق نمیشدن. پس خیلی مهمه که ما اول مسیر فوتبال پست درست خودمون رو انتخاب کنیم و مهارت‌های مربوط بهش رو تقویت کنیم. چطور؟ این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام علیکم، چطورید رفقا؟ سعید هستم، مربی رسمی AFC. واقعا این پست، این ویدیو از نون شب دیدنش براتون واجب تره. واقعا مثل گنج گرانبها میبونه این ویدیو بچه. اوه مای گاد، از عقب ترین پست یعنی دروازه بان، حالا خیلی ها گلر میگن، انگلیسیش میشه گل کیپر، مطمئنن خیلی خیلی پست حساسیه، یک سری کیفیت ها داره که باید بلد بشیدش، که اولیش کیفیت بدنی بالاست، مثل قد بلند و استایل مناسب، چابکی بالا، سرعت عکس العمل، مهارت های پرشی و انعطاف پذیری. دومی مورد کیفیت تکنیکیه، مثل دستانی مطمئن، مهارت بازی با پا و دریبلینگ مثل سرتوپای مختلف که گاهن گلر لب خط میزنه. اوه این یکی حرکت ویو زد، خیلی دل و جرأت میخواد. سومیش کیفیت تاکتیکیه، مثل انتخاب در جایگیری مناسب، قابلیت پیشبینی درست حرکت بازیکن حریف و پخش و توزیع کننده توپ که کار بیرو برنوزون خودمونه. و حالا آخرین مورد کیفیت ذهنیه که مسلماً باید تمرکز داشته باشه، اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و آروم و خون سرد بشه. آروم باش. خب بچه‌ها یه قدم میایم جلوتر، میرسیم به مدافعین مرکزی یا دفندر. تو اصطلاح فوتبالی تخصصی پستا سی بی نامیده میشه. احتمالاً خیلیاتون PS یا فیفا بازی کردید، دیدید این اصطلاح‌ها رو. سی بی مخفف سنتر بک هستش. حالا این دوتا مدافع مرکزی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشن؟ کیفیت بدنی مثل قد مناسب، توان عضلانی و مهارت‌های پرشی، سرعت، تحرک و جنبش و بدنی نیرومند. کیفیت‌های تکنیکی مثل قطع کردن تو و زدن انواع تکل‌های مختلف. کنترل توپ و پیروزی تو نبردهای تن به تن. توانایی سر زدن و پاس‌های بلند و کوتاه. حالا کیفیت‌های تاکتیکی مثل ارتباط با مدافع‌های دیگه، جایگیری و یارگیری درست و بازی پوششی و حمایتی. و در آخر کیفیت‌های ذهنی مثل رهبر و هدایت کننده بودن تیم، خون سرد و آروم بودن و مشوق بودن و از همه مهمتر شجاع بودن یه مدافع که خیلی خیلی مهمه. خب بچه ها، حالا یه مقدار میایم کنارتر. همچنان توی ترکیب 4-4-2 دو تا مدافع کناری داریم، بدون در نظر گرفتن چپ و راست بودنش بهشون میگن فول بک، که اصلی ترین وظیفه‌شون خب مسلماً اینه که وینگرهای تیم حریف رو خونسا کنن. گاهن اگر توپ رفت اوت، وظیفه فول بک ها هستش که اوت رو پرتاب کنن. اما یه واژه مدرن‌تر داریم ما بچه ها، فول بک مدرن‌تر، که بهش چی میگن؟ وینگ بک. ترکیب فرق میکنه بچه ها. توی این ترکیب ما دوتا کناری داریم، ببین وینگ بک ها هستن که وینگ بک ها حالا بیشتر حمله اضافه میشن. برای مثال دوتا صحنه از وینگ بک هامون ببینیم، حالا در حمله دارن شرکت میکنن، گاهن میان با هافک های وسطی اوورلپ و آندرلپ میکنن، گاهن خودشون سانتر میکنن روی سر مهاجم ها. پس وینگ بک ها هم توی این ترکیب جلوتر هم میرن دیگه. این برمیگرده به تاکتیک تیم که شما نقشه فول بک رو داشته باشی یا وینگ بک رو داشته باشی، ولی در هر صورت دوتاش هم مدافع کناریه بچه. اوکی، حالا خیلی دقیق تر بریم مدافع کنار خصوصیت های مختلفش رو با هم دیگه بررسی کنیم. کیفیت بدنی مثل توان عضلانی و مهارت های پرشی و از همه مهمتر سرعت و استقامت بالا. برای اینکه بهتر منظورمو از این مورد متوجه بشید، این یک دقیقه رو ببین.
و اما کیفیت‌های تکنیکی مثل تکنیک صحیح دفاع کردن و تکل زدن، سانتر دقیق و حمله توپ بالا. حالا کیفیت‌های تاکتیکی مثل استقرار جایگیری، زمانبندی در عمل و شرکت در بازی حمله ای. کیفیت‌های ذهنی مثل روحیه تهاجمی و درگیری با اراده و مصمم و اعتماد به نفس بالا. خب بچه ها، حالا یه قدم میایم جلوتر، میرسیم به میدفیلدر یا اینکه هافبک هامون. اولین هافبک هامون دیفنس میدفیلدر هستش، یعنی هافبک دفاعی. بخوام یه نمونه بگم، خب کانته دیگه سراپا الگو توی هافبک دفاعی هستش، یکی از بهترین الگو توی هافبک دفاعی آقای کانته هستش. خصوصیات هافبک دفاعی چیه؟ خب تو این عکس تمام کیفیت‌های بدنی، تکنیکی، تاکتیکی و ذهنی هستش که بهتر یک اسکرین شات بگیرید یا ویدیو رو پاوز کنید و ببینید. حالا الان بریم سراغ یه آنالیز ریز از کانته تا این کیفیت‌ها رو بهتر متوجه بشید. من میگه یه نکته بی‌نظیری که در کانته به عنوان هافک دفاعی وجود داره توپگیری‌های بی‌نقصشه که به خاطر سرعت، استقامت و ظرفیت حوازی بالشه که همیشه ببینید از پشت از راه میرسه و توپگیری میکنه و خب تیمش رو نجات میده. پس اگر هافک دفاعی هستی این نوع توپگیری ها اونم بدون خطا خیلی مهمه. حالا یکم بیاییم جلوتر، میرسیم به سنتر میدفیلدر، یعنی هافک مرکزی بچه ها، که خب یکی از اصلی ترین وظایف هافک مرکزی اینه که باکس تو باکس خیلی زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی ایشون مدام باید بره و برگرده، باکس تو باکس یکی از اصلی ترین وظیفه‌هاشه. خیلی خوب باید توپ رو بتونه به گردش در بیاره، به کناره‌های زمین، به اطراف زمین. از سخت ترین پست‌ها واقعا هافک وسط هسته. حالا بریم یه آنالیزم از مودریچ ببینیم. اون به خوبی بدون خطا تکل میزنه، خیلی راحت توپ رو بایی میکنه و با پایین آوردن مرکز ثقل بدن و باز کردن پا توپ رو قطع میکنه و در ادامه میبینید که چقدر راحت حمله توپ در فضای خالی داره، در حالی که 6 نفر محاصرهش کردن. به خوبی مدافع حریف و بازیکن خودش یعنی وینیسیوس رو اسکن میکنه و این پاس در عمق رو میده. یکی دیگه از ترفنداش همین فیک شوت ها، بدن آوردن و شوت زدن از منطقه 14 یا زون هستش. ببینید دوباره. حالا یکم میایم جلوتر، میرسیم به اتکینگ میدفیلدر. بچا جزو به میدفیلدر کلاً هافبک‌هاست که انواع مختلفش شد: هافبک دفاعی، هافبک مرکزی و هافبک هجومی. هافبک هجومی مثل کی؟ مثل دیبروینه. واقعا فوق‌العاده است دیبروینه. گاهن پشت استرایکر بازی میکنه، استرایکر میشه مهاجم نوک ما. حالا بریم و با هم 20 ثانیه دیبروینه ببینیم. حالا یه مقدار که بریم جلوتر، میرسیم به پست مورد علاقه خودم، یعنی وینگر. خب مسلما خیلی باید توی پست وینگر تکنیکی باشی. توی ترکیب 4-3-3 خیلی بیشتر از وینگرها استفاده میشه. بچه‌ها وینگرها دو تا کارو معمولا خیلی خوب انجام میدن. یکیش اینه که از اینجا حرکت میکنن، خودشون کات بک میکنن یا توپ رو میفرستن برای مهاجم گل میزنه، یا خودشون اینجا میکشن بیرون و ضربه میزنن. اوکی، حالا بریم ببینیم وینگرها یا استرایکر، سنتر فوروارد که همشون مهاجمین هستن، چه خصوصیاتی باید داشته باشن. خب توی این عکس تمام خصوصیات و کیفیت‌های بدنی، تکنیکی، تاکتیکی و ذهنی مشخصه که میتونید اسکرین شات بگیرید و روشون کار کنید. حالا یه نتیجه گیری کلی کنیم از واژه‌ها بچه‌ها. جیکا که خب شد گل کیپر، سی بی شد سنتر بک یا مدافع مرکزی، این آبی غلیظ رایت بک یا همون فول بکمون هستش سمت راست، زرده میشه لفت بک، همون فول بک سمت چپ هستش، جلوتر رنگ نارنجی لفت وینگ بک و سبزی که دارید میبینید رایت وینگ بک. میایم دیگه سراغ هافک هامون. حالا هافک دفاعیه میشه سنتر دفنس میدفیلدر، این بنفشه سی ام هستش که میشه سنتر میدفیلدر. هافک مرکزی یا سمت راست میشه رایت میدفیلدر، یعنی هافک راست، و این آبیه لفت میدفیلدر هستش،
یعنی هافک چپ، که هافک چپ و راست تو ترکیب 4-4-2 اضافه می شد. رنگ قرمز و غلیظ CAM همون دیبروین خودمون بود، یعنی سنتر اتکینگ میدفیلدر. رنگ زرد در RW میشه رایت وینگر، صورتیه LW میشه لفت وینگر، CF منظور همون سنتر فوروارد هستش و ST استرایکر یا مهاجم نوک هستش. خب بچه ها، تا اینجا کار ما یاد گرفتیم که هر پست چه خصوصیات هایی نیاز داره و یا ویژگی هایی که ما داریم با اون پست همخوانی داره یا نداره. مورد دوم توی انتخاب پست برمیگرده به علاقه شما، ببینی که به کدوم یکی از این سه پست و یا حتی دروازه بان بودن علاقه داری. علاقه خودت هم بسیار بسیار شرطه. مورد سوم برمیگرده به صحبتت با مربی توی انتخاب پست، که ازش میپرسی با توجه به ویژگی‌هایی که من دارم کدوم پست برای من به نظرتون مناسب تره. گاه هم پیش میاد شما ممکنه خودت دوست داشته باشی بری مهاجم، ولی مربی تو رو میذاره دفاع کنار. اوکی، ولی بهش اعتماد کن، اون یه چیزی میدونه که تو رو میذاره دفاع کنار. قطعا اگر تو هم با اشتیاق کار کنی این خیلی میتونه عملکردت بهتر بشه. و حالا آخرین مورد توی انتخاب پستت اینه که خیلی دوست داری مثلا حتما مهاجم باشی یا مربی میذارت دفاع کنار، توی پست خودت دوتا نکته رو باید رعایت کنی. یک، علم خودت رو توی اون پست ببرید بالا، دانش خودت رو ببری بالا. دو، تمرین بر اساس پست انجام بدی. دوتاش هم توی دوره آموزشی تخصصی ما، یعنی دوره ستاره‌شو هستش بچه ها. حالا جلوتر هم از تمریناتش بهتون نشون میدم و هم از آنالیزا. بریم این آنالیزا رو ببینیم برگردیم. ببینید بچه ها، این فصل پنجم دوره تخصصی ستاره‌شو هستش که علاوه بر مثبت 100 جلسه تمرین بر اساس پست، کلی آنالیزهای اختصاصی هم برای پست که از بهترین بازیکنان هستش هم ما انجام دادیم و براتون اینجا آپلود کردیم که بتونید بهترین نتیجه رو از این دوره آموزشی ببینید. خب حالا میرسیم به هدیه ویژه این پست. هدیه این پست چیه؟ بچه‌هایی که این چنل رو سابسکرایب داشته باشن، این ویدیو رو حتما لایک کنن و یک کامنت هم واسه ما بذارن، من یک تخفیف فوق‌العاده ویژه. ببین، تخفیف ویژه یه طرف، تخفیف فوق‌العاده ویژه یه طرف، برای دوره آموزشی خودم دوره تخصصی ستاره‌شو بهتون میدم بچه‌ها. پس از دست ندید، اگرم خواستید حالا ثبت نام کنید به آیدی من که اینجا براتون گذاشتم تو تلگرام پیام بدید تا کار ثبت نامتون رو با تخفیف فوق ویژه انجام بدم. دوستتون دارم، فعلا تا ویدیو بعدی.